بازی رسما از این لحظه با ویسل صمیم حسینی رسما شروع شد. سرخپوشان در برابر میوند، یک بازی فوق‌العاده جذاب و تقابل ستارگان فوتبال افغانستان رو در روی هم. فرزاد تاجک به توپ رسیده، کاردون بال میشه برای دو تیم، تلاش در جریان هست، ببینیم که چه اتفاقاتی رو خواهد داد. هر کسی امید رجعی موقع برای سرخپوشان هست، ارسال انجام میگیره و مستقیما به بیرون رفت. فرصت هست فرصت از دست رفت برای تیم فوتبال میوند اف سی. بازیکنان تیم از درد و خودش میپیشه، ولی کار دنبال میشه، بازم حمله. فرصت هست برای تیم فوتبال سرخپوشان، دو در برابر یک، موقعیت گلزنی و گل! گل برای سرخپوشان، حبیب الله اوتک گلزنی میکنم. فرزاد تاجک بازی را شروع خواهد کرد، ارسال بروی دروازه، ضربه سر و حالا گل! گل برای تیم فوتبال سرخپوشان. ببینیم با هم این ارسال بلند، توپ رفت 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 اینجا بوم، جاگیری نفر و نفر، ارسال زمینی، دوباره یک ارسال مستقیم برای دروازه، اشتباه از کیپر و گل! گل سوم برای تیم فوتبال سرخپوشان رقم خورد. از این نامش در تعویض بود. حالا موقعیت هست برای امید حیدری، خوب توپ را کنترل میکنه در او فضای بسیار سخت، کار بسیار خوب را انجام داد امید حیدری. موفقتر بازیکنان میوند از سمت چپ میره تا فرصت را ایجاد کنه برای دروازه حریف، ضربه سر خوب از یه سروری زده شد، حالا بازم زده حمله. فرصت هست برای گل اول میوند اف سی، خطا گرفته شد، خطا برای حمیدالله کاکر اعلام میشه. همین بازیکن ملقب هست به ژاوی هرناندز، حالا سمت راست، فرصت هست برای گل پنجم، موقعیت این ارسال و این ضربه‌ای که معروف و بیرون زد، حتی میتونست امروز معروف محمدی هتریک کنه، اما سومین موقعیت خودش هم از دست داد. تیم های دیگر با موقعیت ببینیم برای سرخپوشان، فرصت است برای رجبی و گل پنجم، گل پنجم برای سرخپوشان رقم میخوره. امید رجبی، مرد آهنی لشکر سرخ، ما از ورزشگاه بازی را البته میبینم. این موقعیت هم بود که امید تو به راحت تبدیل به گل کرد. در جریان هست، بازم حرکت از سمت راست میدان، حمله برای یاران تیم فوتبال سرخپوشان، موقعیت هست، فرهاد علیزاده و یک سوپر گل! گل! عالی تر از این نمیشد، چی چپ بزد؟ تصمیم شرط اول موفقیت است. سلام هموطنان عزیز، صبحتان بخیر، امید صبح با نشاط آغاز کرده باشین، با انرژی، با اراده و بخصوص کسایی که شنونده آریان اف ام هستند در مسیر راه. امید داریم که صبحتان به خوبی و خوشی آغاز شده باشه. ما را همراه باشین، بخش ورزش از لحظات برتر از بازی خیلی دیدنی دیدیم که 6-0 سرخپوشان خوافی تانس میوند اف سی را در هم بکوبه. بازی خیلی دیدنی بود، چی خوب است که لحظات برتر بازی اول دیروز با هم یک جا بینه که موج ساحل اف سی 2-1 سرسبز یاشلر فاریاب را شکست داد. بازی را لحظات برترش هم میبینیم و برمیگردیم. مهمان هم در استودیو با ما همراه است. تصویری که رفت و
آغاز بازی با ویسال دانش احمدی. سرسبز یاشلر در مصاف با تیم موج ساحل امروز بازی میکنن. دعوت میکنم که این بازی جذاب و تماشایی را تا پایان دنبال بکنین. موج ساحلی که در بازی اول خود با پیروزی بزرگی دست پیدا کرد. صدام آریان ایرشاد بلند میکنه توپ خیلی زود تا ببرن به سمت خط حمله. فرهاد عادل میگی زمین نقش بس و ادامه کار. صدام با دوباره توپ پس خودش. ستاره حریف هم میرسه و کنترل میکنه صدام. پاس کوتاه او حالا به زیر توپ. ستاره های سرسبز یاشلر واقعیتی که بعد است آمد این گونه آفساید هم در کار نبود و بازیکن پرید بعد برخورد کرد با گلکیپر. موج ساحل کارو دور شد. لاگ میکنن این موقعیت و آفساید نیست. گل! گلی که در نهایت ثبت شد ولی هنوز تصمیم و دومین پیروزی فصل خود دست باید بگو موقعیت و گل! عجب گل مقبولی فوق العاده بود. گل دیدنی از یاران موج ساحل. از کاملا گل فوق العاده دیدنی بود بدلی که گلکیپر بیرون شده بود. حرکت برای تیم فوتبال سرسبز یاشلر. موقعیت هست اگر بتونن استفاده کنن. حالا این ضربه و گل! گل برای سرسبز یاشلر! سرعت بازی در این لحظات زیاد شده. ببینین جا گذاشت صدام را و این ضربه کاسمی رویی که زده شده این گونه داخل چارچوب جای گرفت. فرصت هر است برای یاران سرسبز یاشلر و پایان بازی. نتیجه 2-1 برای تیم فوتباله موج ساحل با نتیجه‌ای که این بازی به سودشان به پایان رسید. سنان رحیمی دو یک به نفع موج ساحل اف سی به پایان رسید. بازی خیلی دیدنی بود. سرسبز یاشلر هم یک گل خیلی جانانه را به ثمر رساند. مهمان خیلی گرامی هم داریم، فهیم شریفیار سرمربی تیم موج ساحل اف سی با ما هست. در رابطه با بازی ها صحبت میکنیم، در رابطه با بازی دیروز که در مقابل سرسبز یاشلر فاریاب قرار گرفتن، دو گل به ثمر رسانن، بالاخره به پیروزی رسیدن. آقای شریفیار سلام، صبح بخیر، خوش آمدین به صبح زندگی بخش جام. سلام، صبح شما هم بخیر باشه. بخیر و سلامت باشین. سه بازی را پشت سر گذاشتنین. بله. دو پیروزی یک باخت. بله. بازی دیروز چگونه یک بازی بود؟ خب ما بازی دیروز ما بسیار دشوار بود. بازی قبلی خود باخته بودیم و ما ریکاوری خوب هم نداشتیم. بسیار زیاد بازیکنهای ما در بازی که در مقابل استقلال بازی کردن خیلی پرفشار بازی کردن و مصدومیت هم داشتیم و خوشبختانه دانستیم که در مدت 72 ساعت ما با 48 ساعت بتانیم بازیکنهای خود ریکاوری کنیم و آماده بازی مقابل یاشلر بکنیم. چون یاشلر یک تیمی بود که دو بازی قبلی خود باخته بود و او خیلی تلاش میکرد که باید بازی سوم خودم ببره. بله. که از قعر جدول بیایه بالا. بله. و در جمع مدعیا بیایه. متاسفانه بازی رو واگذار کرد برشون. متاسفانه با واگذار کردن. ما خوشبختانه تانستیم که با تلاش و پیروزی تیم و خود کادر فنی تیم تانستیم که 3 امتیاز شیرین بازی را از خود. شما جبران کردین بازی گذشته را که واگذار کردین به تیم استقلال کابل و خوشبختانه که بازی بعدی که دیروز بود تانستین سرسبز یاشلر فاریاب شکست بدین. شما در قسمت ریکاوری گفتین طبعا وقفه فکر میکنم خیلی محدود است یا کم است برای تیم ها. خب حداقلش باید درست در میان باشه اما متاسفانه این گونه نیست. اما این دشواری های خود داره. بازم بازیکن ها تلاش میکنن که خوب بدرخشن. از ترکیب تیمتون بگوین تا اینجای کار چقدر راضی بودین از بازیکن ها؟ خب شما میفهمین که لیگ بسیار فشرده دایر میشه و فدراسیون فوتبال افغانستان هم تعداد بازیکن‌ها را خوشبختانه زیاد ساخته. 24 بازیکن است.
هر تیم 24 بازیکن داره و ترکیب دیگه هم دارن. اگر بازی ها فشرده هم است، یک روز در میان است یا دو روز در میان است، باید تیم حداقل استراحت بده یک تعداد بازیکناش و بازیکنای خوشبختانه ما هم بازیکنای بسیار با کیفیت در تیم خود داریم. ما یک کلب هستیم و بازیکنای ولایات برای ما نیستند. اکثر بازیکنای ما از خود ولایت بلخ هستند. ما 19 بازیکن از ولایت بلخ داریم، از خود کلب ما و از کلب های داخل لیگ برتر ولایت بلخ و یک 3 بازیکن از ردای سینی تیم ملی داریم. هنوز سفر ندارن، خب مقصد و انتخاب هستند و در تیم 19 سال هستند تمرین میکنن و یک بازیکن ما از ولایت قندوز است که فوروارد ما است و انشالله که ما با یک تیم بسیار جوان نو تجربه داخل میدان شدیم. جایگاه موج ساحل اف سی نماینده بلخ در کجا میبینین؟ خب سال اول هم موج ساحل در رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان جایگاه هفتم داشت و سال دومش که پنجم شد و امسال هم تا فعلا که در رده چهارم هستیم در جدول در با دو بازی انشالله نیفهم که امروز ختم بازی های هفته سوم است. اگر تیمایی که تلاش کرده باشند تعداد زیاد گل به ثمر رسانده باشند، 6 امتیاز داشته باشند، احتمالا ما جایگاه چهارم خود از دست بتیم بیایم پنجم. انشالله که روزهای بعدی در هفته چهارم که شما هم بازی جانانه دارین بله. چی فکر میکنین ترکیب چگونه به قول عامیانه میگن که چگونه ترکیب درست میکنین که بتونین نتیجه مثبت بگیرین؟ تیم موج ساحل با کادر فنی خود با مشوره میکنن در هر بازی و در هر بازی ترکیب در مقابل تیمی که ظاهر میشن او را میچینن. طبعا ما دیروز در مقابل تیم یاشلر یک تیم بسیار زیاد بلند قامت، بازیکنایی که از فاریاب هستند، فیزیکی بسیار خوب و استقامت بسیار بالا دارند و سرعت بسیار بالا دارند و ما هم تصمیم گرفتیم که در مقابل این تیم چون بسیار زیاد با توپای هوایی بازی میکنند و پلیرهایشون در هوا بسیار زیاد مهارت‌های خوب دارن، ما خواستیم که در مقابلشون بازیکنایی که قد قامت بلند هستن و بتوانن که در امر فوتبال هوایی و تاثیرگذار باشن او انتخاب کردیم و بازی بعدی ما که فردا هست و امروز هم ساعت باید صبح وقت ما این طرف میبودم که بازیکن‌ها باید میرفتن به ریکاوری به میدان میرفتن تمرین میکردن و ما با کاپیتان تیم وظایف خود دادم که گفتم شما به این شکل برین پیش. دیگه سبا مقابل تیم عینو مینه ولایت قندار بازی داریم. عینو مینه یکی از تیمای خوب امسال است و او هم یکی از مدعی است مثل تیم اتک، ابو مسلم و سرخپوشان هرات. این چهار تیم یکی از قهرمان های که سرین بازی ها ما میبینم احتمال داره که از چهار تیم یکی از یا قهرمان شوند. چی فکر میکنین بازی بعدی تونه با بازی بعدی ما با اینومینا؟ ما همیشه با اینومینا بازی های خوب را داشتیم. قبل نتیجه چی بوده؟ همیشه ما 2-1 در چند سال که ما در سیمرغ البرز بودم با قندار بازی کردیم، وقت میوند طلان بودن و در لیگ هایی که از قندار بازی میشد ولایت بلخ میرفتن بازی میکردن و می آمدن. اکثرا بازی های ما 2-1 ما برنده میشدیم. حتی در قندار هم تیم منتخب ولایت بلخ که همونجا کادر فنیش بودم رفته بودم 2-1 ما قندار را بردیم. پار سال هم در فصل دوم لیگ قهرمانان افغانستان ما با اینومینا در یک نیمه 2-0 پیش بودیم. باز اشتباهات فردی ما پارسال 3-2 بازی را واگذار کردیم. خب تجربه شما حاصل کردین، همیشه بله، نتیجه بله. مطلوب گرفتین. گرچند بازی های آخر ما بود، تیم ما خود حفظ کرده بود جایگاهی را که خواست و ما هم بازیکن های جوان را چینج کردیم که بتانیم بر سال بعدی آمادگی بگیریم و تیم خوبی است، امسال شایسته است و امسال ما تلاش میکنیم که با تیم های خوب بازی خوب بکنیم. خیلی سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. شما گفتین که هرچند که ما باید اول صبح در کنار بازیکن‌ها در بخش ریکاوری می بودیم، اما این پل ارتباطی است که دو سال علاقمندان کسایی که در ولایت‌های مختلف هستند، بخصوص شما که از ولایت زیبای بلخ نمایندگی میکنین، طبعا اونا منتظر هستند که سرمربی چی گفتن یا داره دقیق. تیم ما در چی وضعیت است، آیا درخشش داریم یا خیر. خب این یک
راه ساده تر است که شما میایین و بازگو میکنین و صحبت های را میداشته باشیم. طبعا لیگ قهرمانان کیفیتش که خود بخش مدیریتی فدراسیون فوتبال افغانستان پیش میبره و یک رولی که بازی میکنه میدیا است و نشرات است و خوشبختانه امسال تلویزیون آریانا این موقف گرفته که پخش بکنه و پخش با کیفیت و بسیار با برنامه های خوب و اکثر بازیکن ها اکثر مردم در پای فیسبوک ها اگر در دوکان تلویزیون ندارن برای صفحات اجتماعی آریانا میبینن و همچنان تمام هوادارهای ما حالا میفهمن که تیم ما در کدام جایگاه هستند. نشرات بسیار خوب و مدیریت بسیار خوب باعث پیشرفت لیگ ما میشه بر سالهای بعد. با امید پیروزی شما هستیم. سلامت زنده باشید. سپاسگزار هستم فهیم شریفیار سرمربی تیم موج ساحل اف سی. با امید پیشرفت شما و موفقیت شما هستیم. سلامت هستی. شما زنده باشید. سپاس از شما هموطنان عزیز که بیننده صبح زندگی هستین. بخش جام ادامه داره. مهمان خیلی گرامی هم داریم. هارون میر مدیر تیم سرخپوشان خوافی که دیروز بازی پرگل را داشتن 6-0 میوان اف سی را در هم کوبید. حالا هم وقفه دوباره برمیگردیم با بخش جام همراه باشید.